سلام، خوش اومدین به 196مین شماره از روزنامه یوتیوب. امروز جمعه 30 تیر ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. افشاگری جواد خیابانی درباره سکوتش پس از گل استیلی به آمریکا. جواد خیابانی با حضور در برنامه‌ای که به مناسبت محرم ساخته شده در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد. در بخشی از این مصاحبه خیابانی به گزارش مشهور گل حمید استیلی به آمریکا پرداخت و گفت: به من گفتن که نباید بازی با آمریکا رو هیجانی گزارش کنی، چون دوباره مردم به خیابون میرن و 8 آذر دیگه ای رخ میده. خیابانی در ادامه افزود: البته به نظرم هیچ ربطی نداشت. هر کس دیگه ای هم بازی ایران استرالیا رو گزارش میکرد، بعد از اون برد مردم برای شادی به خیابون میرفتن. این تصمیمات از اون دسته تصمیماییه که میگیرن و البته اشتباهه. پیام مسی آبی ها برای نکونام: میخواهم برگردم. باشگاه استقلال مدت هاست به منظور تقویت خود برای فصل پیش رو به دنبال امیر حسین حسین زاده است و باشگاه بلژیکی برای صدور رضایتنامه این بازیکن طلب 850 هزار یورو کرده. بر همین اساس و با درخواست حسین زاده برای بازی در تیم استقلال، شنیده میشه باشگاه شارلوا مبلغ رضایتنامه این بازیکن رو کاهش خواهد داد. میلان قید طارمی را زد. آنتونیو ویتیلو، خبرنگار کوریر دلو اسپورت، مدعی شد که شانس میلان برای جذب مهدی طارمی به دلیل بالا رفتن رقم درخواستی پورتو برای فروش این مهاجم ایرانی کاهش یافته. پایگاه خبری کالچو مرکاتوی ایتالیا هم گزارش داد که باشگاه میلان بعد از سنگ اندازی پورتو به دنبال گزینه‌های جایگزین دیگه‌ای به جای مهدی طارمی است. قرارداد محمدی و استقلال امضا شد. به نقل از باشگاه استقلال، مهرداد محمدی روز پنجشنبه با حضور در محل این باشگاه قرارداد خود را با این تیم امضا کرد. محمدی در جلسه با علی خطیر ضمن توافق با اون قرارداد جدیدی را به امضا رسوند. باشگاه استقلال مدعی شد محمدی مبلغ قرارداد خود را کاهش داده. مطالبات یامگا پرداخت شد. بازیکن فرانسوی تیم فوتبال استقلال مطالبات خودش رو دریافت کرد. با پیگیری‌های انجام شده، کوین یامگا پنجشنبه با حضور در دفتر علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال مطالبات خود را دریافت کرد. به این ترتیب یامگا برای سومین فصل متوالی و با نظر جواد نکونام در لیگ 23 با پیراهن استقلال به میدان خواهد رفت.